عکس منتشر شده از مریلا زارعی بازیگر برنده سیمرغ جشنواره 32 فجر است در شهر قم و در جوار حضرت معصومه سلام الله علیها. برای من مفهوم خیلی بزرگی داره. وقتی برای اختتامیه جشنواره فیلم فجر در شهر قم به آنجا رفت. کوچیکه نوه پسریمه که اون قهرمان بیسبال تیمای آموزشگاه کانادا است. 15 سالشه. اون یکی برادر ادم آریا، اونم کانادا است الان. اونم 21 سالشه و اونم فوتبالیسته. ولی خب اون این دوتا اینقدر درس خونن که الان من حیفم اومده که چرا ادامه ندیدن. واقعا نابغه بودن تو درس. ولی به طور خیلی اتفاقی، روز ما فکر نمی کردیم، به طور خیلی اتفاقی توی موقعی که تمرین میکردم من رفته بودم پلو یکی از بهترین دوستام آقای محمود خردوین که سرپرست بودن و بزرگ ما هستن که ببینمشون و بچه ها آمده بودن تهران من رو ببینن. آدم هم با من بود و من گفتم محمود خان این آدم فوتبالیست اونجا توی جنوب فرانسه تو نیس جوانان نیس بوده. اینا گفت جدی آقای برانکو گوکو میتونم ببینم کارشو. یه هفته که اینجا بودن محبت کردن، قبول کردم بره باشون تمرین بکنه. گفتم گفت میخواد. خودتونم طرفدار پرسپولیس این؟ من جزء مؤسسای پرسپولیسم. من توی کلاً قرمز ببینیم باشگاه بولینگ اسمش پرسپولیس بود، اصلا تیم فوتبال نداشت. مدیر عامل اون وقت اون موقع آقای عبدو تیمو از پیکان خرید، تیم پیکانو برای پرسپولیس و باشگاه بولینگ صاحب تیم فوتبال هم شد. پس شما به غیر از بازیگر ژنتیک قرمز ژنتیک هم هستین دیگه. من اول شاهینی بودم. شاهین. آره ما شاهینی بودم. شاهینی موقع خیلی تیم بود. ولی شما فکر کنیم ما مال نسلی هستیم که باشون آمدیم و بزرگ شدیم که استاد جعفر کاشانی، استاد علی پروین، شادروان همایون بهزادی، شیرزاده، حسین کلانی، حسین کلانی دارم اصلا بگم اصلا اینا اسطوره های منن. من اینقدر برای این آقای حسین کلانی دست زدم همش بهش میگم. ولی وقتی نگاه میکنم میبینم که شاهکار بود تو زمین، اصلا بی‌نظیر بود. اصلا ببینین اینا تو تاریخ تکرار نمیشه. من نمیدونم چرا و تو همه چیز همینجوریه، بعضی چیزا دیگه تکرار نشده دیگه. عجیبه. و این نسل شما فکر کنید توی عالم سینما چارلی چاپلین دیگه کی میخواد پیدا بشه مثلا؟ نمیشه دیگه. نمیدونم، من فکر میکنم که اتفاقا اونا الان الگوهای خوبی برای فوتبالیستای الگو هستن، ولی دیگه خیلی بعیده یه نفر به اونجا برسه. خیلی بعیده یه نفر دوباره حافظ پیدا بشه. میدونین یه چیزایی هست که یه جرقه هایی در دنیا زده شده، انگار تک ستاره عالم بودن دیگه نیستن. بله من برای یه جوری شد که این هجرت ناخواسته رو برای گرفتن ویزا مجبور بودیم که یه استاپی در هندوستان داشته باشیم. بعد رفتم کانادا، یه مدت هم امریکا بودم، یه مدت هم می اومدم اروپا و کار میکردم. کار میکردم براخره بچه ها دانشگاه بودم، بعد درس میخوندن، زندگی بعد میچرخید. ولی یه چیزی بگم آقای کاردان، اینو خیلی راست میگم، من هیچ وقت ساکم رو باز نکردم. هیچ وقت فکر نمیکردم اونجا همیشه خواهم بود. اصلا فکر نمیکردم. به خاطر همین امید داشتم. زمانی که
فکر کردم که میتونم بیام و برم جلو دوربین استادم ناصرخان تقوایی که جاشون تو سینما ایران واقعا خالیه. ایشون عزیز دوردونه سینمای ما هستن. من همیشه میگم که چرا نباید هرچی آقای تقوایی در اختیارش بذارم و تولید محصولش رو میبینم، هرچقدر زمان میخواد. آقای تقواییه، مال مملکت ماست، توی ایرانی نرفته اون بر، تو تهرانه، بغل گوش اونه، چرا نباید کار بکنه؟ آقای من خیلی کوشکم در مورد آقای تقوایی صحبت کنم. من اومدم رفتم از اونجا که آمدم رفتم جلو دوربین ایشون در قشم، زنگی و رومی که بقید من یکی از بهترین کارهای ایران میتونست باشه که نشد، که نشد، که من با بغض از قشم برگشتم تهران. بازم فضا برام تنگ بود، بازم همون فشارهای همیشه بود، که تا اینکه یکی از استادارم که خیلی ازش تشکر میکنم، آقای احمدرضا درویش، برای فیلم دوئل اومد سراغم و با کمال میل قبول کردم. بعدش هم ادامه دادم، بعدش هم در تلویزیون در ششم وارد خدمت آقای جوزانی اون چهار قسمت معروف نقش رضا شاه رو بازی کردم. بعد با فیلمسازهای بزرگ خوب کار کردم مثل آقای حاتم کیادرچه، برای تلویزیونم تلفیلم بازی کردم. ولی به جایی رسیدم که دیدم که یعنی با کار اولیای کارگردان اولیام کار کردم. من 17 نفر کار اول کار کردم، از آقای نادری خداحافظ رفیق شروع بکنین تا یکیش هم در جایزه فستیوال فجر جایزه فجر رو گرفتم، اونم کار اول بود. کارگردان کار اول، فیلمبردار کار اول، صدا بردار کار اول، همه کار اول. بفهمید الان کاری در دست اجرا دارید؟ یعنی الان بازی میکنید یا؟ من 2 ساله که اصلا کار قبول نکردم، چون کاری که بهم پیشنهاد میشه همین کاری بود که دوست ندارم، کاری بزرگم که انجام نمیشه. الان یه طرحی هست که خودم ورود کردم، داریم روی سناریوش کار میکنیم که داره پخته میشه و این کارو من برای شادروان استاد محمد تو لس آنجلس و سان فرانسیسکو و تورنتو به اسم آخرین بازی تئاترشو کار کردم. آدمایش که تو اوهامشون گیر کردن و حاضر نیستن قبول کنن که انقلاب شده و اینا خارج از کشورن و به مرگ و درد رسیدن. الان در مرحله نوشتن هستید؟ اون نوشته شده، تئاتر اون مونتا برای سینماییش فیلمنامه. بله، داریم کار میکنیم روی